النظافت و من الایمان، اصطلاحی که بسیار ما شنیدیم از طفولیت تا بزرگ شدنمون. در راه پیمایی بزرگ اربعین باید من نظر داشته باشیم که شهر ما خانه ماست. در این همایش بزرگ که پیاده تا حرم عشق طی طریق میکنیم، اگر دست به دست همدیگه ندیم نمیتونیم مسیری رو ایمن، پاکیزه و به سلامت بگذرونیم. اگر این اتفاق نیفته نتیجهش میشه این تصویری که ملاحظه میفرمایید. مشرف شدید به عتبات عالیات، زیارتتون قبول. ته طریق کردین راهپیمایی بزرگ اربعین رو پیاده تا حرم عشق از نجف تا کربلای معلا. در طول مسیر نظافت مسیر چطور بود؟ بحث به سلام چیزی که انباشت آشکال با توجه به ازدحام جمعیت و کمبود ماشین‌های مثلا آشکال جمع کنی که تازه اونم از طریق ایران اومده، طریق شهرداری اهدا شده، متاسفانه ما نمیتونن جمع کنن. خاطرون زباله هم باش میشه. الان که الان خلوته، انشالله سه روز مونده به اربعین شما ببینید چه خبره. میفرمایید که نبود امکانات عامل شده یا عدم رعایت خود زوار؟ یکی فرهنگ به اصطلاح نظافت تو بین این موکبدارا اصلا نیست. آقا مشکل شرکت نفت میدونی کجا؟ یکی از مباحثی که در راهپیمایی اربعین باید مد نظر داشته باشیم بحث حفظ نظافت محیط زیسته. پیرامون خودتون آیا شما به این مسئله اهمیت میدید یا خیر؟ والا مهمترین چیزی که تو این مراسم ما هستش به نظر ما ایرانی ها که رعایت میکنیم مسئله نظافته. ما خودمون اولین کاری که میکنیم سعی میکنیم ظروفی که استفاده میکنیم، چه آب معدنی چه غذا باشه، در سطلای زباله مخصوصی که بیشتر هم مشخصه مال ما ایرانی هاست تهویه کردیم اینجا گذاشتیم. یکی از مواردی که در نظافت ما اهمیت داره پاکیزه بودن کفشمون هست که تمام طول مسیر با ما همراهی میکنه، سنگینی و سختی مسیر رو تحمل میکنه اما خم به ابروش نمیاره. عزیزانی هستن اینجا نشستن در طول مسیر که میان کفش زوار رو واکس میزنن، بعضی هاشون نذر کردن، بعضی هاشون هم همراه با موکب اومدن، به عنوان خادم دارن خدمتگذاری میکنن. قدرشون رو بدونیم، شهرمون رو پاکیزه نگه داریم. در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی که زوار بسیار زیادی از اقصا نقاط جهان شرکت میکنن، همونجور که تصاویری که تقدیم حضور شما عزیزان شد، رعایت نظافت محیط زیست یکی از واجبات است در این سفر معنوی.
متاسفانه تصاویری که تقدیم حضور شما شد دیدید که بسیار کنار موکب ها مسیر منتهی به نهرالحسین، نهر علقمه بسیار آشفته است، بسیار زباله ریخته شده، اما این یک همت و تعاون جمعی رو میطلبه که دست به دست هم بدیم. امسال رو که پشت سر گذاشتیم، سالهای بعد حتی یک لیوان، حتی ظروفی که به عنوان ظروف یک بار مصرف استفاده میشه رو دور نریزیم. بسیاری از موکب ها همونجور که میبینید در پس زمینه تصویر من، موکب هایی هستن که نفرات و خدامی رو گذاشتن فقط برای نظافت محیط زیست موکبشون. ما هم این مسئله رو سلوحه کارمون قرار بدیم، انشالله در سالهای بعد همچین مواردی رو شاهد نباشیم. یاسین خلیل آبادی، کربلای معلا. رادیو کوهنورد روی موج همدلی، فرکانس بی‌نهایت.